تد کروز سناتور حزب جمهوری خواه توانست در رگیری های ایالتی روز دوشنبه دوازده همه بهمن ما برای تعیین نامزدهای های احساب شرکت کننده در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شده و از دونالد ترامپ رقیب جنجالی میلیاردر خود پیشی بگیرد. دونالد ترامپ با حدود 24 درصد آرا دوم و سناتور مارکو روبیو با 23 درصد سوم شد. آقای کروز بعد از مشخص شدن نتیجه رقابت های مقدماتی در ایالت آیووا پیروزی خود را پیروزی همه محافظهکاران در سراسر آیووا و کشور خواند. شمارش آرا نشان داد که تد کروز نزدیک به 28 درصد از آرا را کسب کرده و دونالد ترامپ که طبق آخرین نظرسنجی ها به نظر می رسید پیروز این رقابت ها شود پس از وی قرار گرفت. از حزب دموکرات نتیجه مقدماتی رای گیری حاکی از پیشی گرفتن اندک هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق آمریکا از سناتور برنی سندرز است. خانم کلینتون به 49 ممیز 9 و آقای سندرز به 49 ممیز 6 درصد از آرا دست یافتند آقای سندرز گفته است آنچه که آیووا امروز شروع کرد انقلابی سیاسی است و خانم کلینتون گفت که نتیجه به دست آمده باعث شد تا نفس راحتی بکشد در طول شمارش آرا تفاوت میان آرای خانم کلینتون و آقای ساندرز چنان کم بود که برخی پیش بینی می کردند شاید نتیجه را باید با قرعه کشی تعیین کرد. میزان مشارکت جمهوری خان در انتخابات آیووا کم سابقه توصیف شده. انتخابات آیووا کلیدی محسوب می شود چون پیروزی در آن می تواند سکوی پرش بلندی برای برندگان شود. برندگان رقابت های مرحله مقدماتی احزاب جمهوری خواه و دموکرات که تا چند ماه دیگر ادامه خواهد داشت در آبان ماه سال آینده به عنوان نامزدهای دو حزب به مسافه هم خواهند رفت تا رئیس جمهوری بعدی آمریکا مشخص شود استفان دیمیستورا فرستادی ویژه سازمان ملل به سوریه روز دوشنبه دوازده بهمن در بر برقراری یک آتشبس فراگیر در سوریه را مسئولیت قدرت بزرگ جهانی دانست و تصریح کرد تلاش او بر هدایت مذاکرات بر اساس قطنامی سازمان ملل برای برگزاری انتخابات تشکیل حکومت جدید و تصویب یک قانون اساسی متمرکز است دمیسترا با اعلام آغاز رسمی مذاکرات صلح برای پایان دادن به پنج سال جنگ داخلی گفت حکومت سوریه با آزاد کردن زنان و کودکان زندانی می تواند یک پیام مثبت برای ادامه مذاکرات در ژنو ارسال کند فرستادی ویژه سازمان ملل که پس از گفتگوی دو ساعته با اعضای کمیته عالی مذاکرات از گروه های عمده مخالف حکومت سوریه در مقر سازمان ملل در ژنو سخن می گفت افزود زمانی که مذاکرات آغاز شد باید یک تلاش همزمان و جدی برای آغاز آتش بس صورت بگیرد آقای دیمیسترا با بیان اینکه تلاش برای برقراری آتش بس باید بلا فاصله از طریق گروه بین المللی حمایت از سوریه دنبال شود افزود باید به اعضای این گروه بگویم که با شروع گفتگوها آنها باید برای تضمین یک آتش بس سراسری اقدام کنند گروه بین المللی حمایت از سوریه متشکل از ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، ترکیه و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس است که عمدتا از گروه های مخالف بشار اسد حمایت می کنند. ایران و روسیه نیز در این گروه حضور دارند که حامی حکومت سوریه هستند. نشست آتی این گروه قرار است روز 11 فوریه در شهر مونیخ آلمان برگزار شود. هفته گذشته جانکری و سرگئی لاوروف وزرای خارجه آمریکا و روسیه بر سر زمان و محل برگزاری این نشست به توافق رسیدند استفان دمیسترا در همین حال گفت که نگرانی مخالفان حکومت سوریه برای کاهش در دورنج مردم این کشور را درک می کند و روز سهشنبه این موضوع را با نمایندگان دولت بشار اسد مطرح خواهد کرد کمیته عالی مذاکرات که از حمایت عربستان و ترکیه برخوردار است پیشتر گفته بود که به شرط آزادی زندانیان پایان محاصره شهرها و توقف بمبارانها در روند سیاسی مذاکرات ژنو شرکت خواهد کرد این شورا میگوید لیستی از سه هزار زندانی تهیه شده که حکومت سوریه باید آنها را آزاد کند آقای دیمیستورا اعلام کرده که هنوز این فهرست را دریافت نکرده است همزمان سخنگوی کمیته عالی مذاکرات اعلام کرده این گروه پس از دریافت پیامهای مثبت از فرستادی سازمان ملل تلاش خواهد کرد که به روند سیاسی مذاکرات صلح بپیوندد سخنگوی کمیته عالی مذاکرات روز دوشنبه این سخنان را بعد از اولین دیدار رسمی این گروه از مخالفان حکومت سوریه با استفان دیمیستورا فرستادی ویژه سازمان ملل در جمع خبرنگاران در ژنو بیان کرد. این گروه از مخالفان گفته بودند تا درخواست های انسان آنها توسط حکومت بشار اسد تحقق نیابد در روند سیاسی مذاکرات صلح شرکت نخواهند کرد سخنگوی کمیته عالی مذاکرات افزود که اعضای این شورا در انتظار نتایج گفتگوهایی که روز سهشنبه میان فرستادی سازمان ملل و هیئت نمایندگی حکومت سوریه صورت میگیرد خواهد مذاکرات ژنو در حالی است که علی اکبر بلایتی مشاور امور بین المللی رهبر جمهوری اسلامی با نماینده ولادیمیر پوتین در امور سوریه دیدار کرده و سفارت ایران در مسکو آن را مهم و طولانی توصیف کرده است دو طرف تأکید کردند که سرنوشت سوریه باید بدون دخالت خارجی و مشارکت گروه های تروریستی مشخص شود. جنگ پنج ساله در سوریه تا کنون نزدیک به دویست و هزار قربانی در پی داشته است سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مسلحت در اعتراض به رد صلاحیت حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی با واکنش اصولگرایان تندرو مواجه شده است. تندروها آقای هاشمی رفسنجانی را فاسد و منحرف خوانده و خواستار رد صلاحیت او شدند. آقای هاشمی رفسنجانی روز دوشنبه دوازده بهمن در سخنرانی به مناسبت ورود آیت الله خمینی به ایران در سال 1357 گفت صلاحیت شخصیتی که شبیه به جدش امام خمینی است را قبول نمی کنید شما صلاحیت خود را از کجا آورده اید چه کسی به شما اجازه داده است که قضاوت کنید چه کسی به شما اجازه داد که یک جا بنشینید و داوری کنید برای مجلس و دولت و جاهای دیگر و اختیارات را در دست بگیرید آقای هاشمی رفسنجانی همچنین گفت باید بگذاریم مردم خود انتخاب کنند افکار عمومی کمتر از ما اشتباه می کنند و چنانچه اشتباه هم کنند خود به زودی می فهمند و جبران می کنند اما اگر انتخاب را به آنها تحمیل کنیم شرارت پیش می آید حمید رسایی نماینده مجلس نهم و عضو جبهه پایداری به نقل قولی از آیت الله خمینی مبنی برای اینکه تضعیف و توهین به شورای نگهبان انحراف است اشاره کرده و خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی گفته است آقای هاشمی شما منحرف هستید حسین شریعت مداری نماینده ولی فقیه در مؤسسه کیهان روز سه شنبه 13 بهمن در مطلبی با عنوان شما بدهکاری یا شورای نگهبان نوشته است اظهارات دیروز آقای هاشمی رفسنجانی تغییر جایگاه طلبکار و بدهکار است و ایشان به جای آنکه خود را بدهکار بیت شریف امام راحل بداند و از بیت معظم الله پوزش بخواهد شورای نگهبان را بدهکار بیت حضرت امام معرفی کرده است روزنامه وطن امروز نزدیک به جبهه پایداری نیز از اظهارات رئیس مجمع تشخیص مسلحت انتقاد کرده و خواستار رد صلاحیت وی در انتخابات آتی مجلس خبرگان رهبری شده است وطن امروز نوشته است هاشمی رفسنجانی رسما ساختار نظارتی نظام جمهوری اسلامی ایران را زیر سوال برده است آن هم سازوکاری که ستون نظام اسلامی است همزمان محمود علوی وزیر اطلاعات از تهیه 5 میلیون سیدی انتخاباتی غیر واقعی و سرشار از تهمت و افترا خبر داده است وزیر اطلاعات نگفته است که این سیدی ها علیه چه فرد یا افرادی تهیه شده است اما وعده داده است که با متخلفان برخورد خواهد شد در انتخابات های دوره گذشته سیدی های علیه اکبر هاشمی رفسنجانی انتشار یافته بود در خبری دیگر حسن روحانی رئیس جمهور ایران خبر داده که موضوع برگزاری انتخاباتی رقابتی و اقداماتی که باید برای افزایش حضور و امید مردم در انتخابات پیشرو انجام شود در جلسه روز دوشنبه سران قوه ایران بحث شده است. این جلسه روز دوشنبه دوازده بهمن در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. گفتگوی سران قوه ایران درباره برگزاری انتخابات رقابتی در حالی است که علی پورعلی مطلق دبیر ستاد انتخابات کشور گفته است اگر تعداد زیادی از کاندیداهای رد صلاحیت شده تایید نشوند در برخی از حوزه های انتخابیه رقابت و مشارکتی وجود نخواهد داشت همزمان حسین علی امیری قائم مقام وزیر کشور نسبت به اقدامات شورای نگهبان در مدت باقی مانده ابراز خوشبینی کرده و گفته آنچه مهم است این که در شرایط فعلی کشور با توجه به ناامنی هایی که در اطراف کشور وجود دارد به وحدت و انسجام ملی نیاز داریم و هیچگاه نباید به نحوی عمل کرد که اینها مخدوش شود. وی تصریح کرده با توجه به تاثیراتی که رد و یا تایید صلاحیت ها بر بحث های اجتماعی، امنیتی و شرایط کشور میگذارد ما به شورای نگهبان مشورت می دهیم و نظر ما به شورا مشورتی و نه مستشاری است. حال باید صبر بکنیم و منتظر اقدامات شورای نگهبان باشیم. شورای نگهبان 26 بهمن ماه نتایج بررسه های خود را درباره داوطلبانه معترض به نظر هیئت نظارت بر انتخابات اعلام خواهد کرد. سازمان بهداشت جهانی در پی گسترش نگران کننده ویروس زیکا در قاره آمریکا وضعیت استروری بین‌المللی اعلام کرده است. این اعلان پس از آن صورت میگیرد که موارد تولد کودکان ناقص الخلقه در برزیل در حال گسترش است این زنی وجود دارد که این نقص مادرزاد با ویروس زیکا مرتبط باشد خانم مارگارت چن مدیر کل سازمان بهداشت جهانی روز دوشنبه به خبرنگاران گفت یک همکاری بین‌المللی به منظور تشخیص بهتر و افزایش سرعت کار بر روی واکسن این بیماری نیاز است او با این حال تصریح کرد که در حال حاضر نیاز به وضع محت... در سفر و یا تجارت با مناطق آلوده به این ویروس نیست سازمان بهداشت جهانی هفته گذشته اعلام کرد گسترش انفجاری ویروس زیکا میتواند چهار میلیون نفر را در قاره آمریکا آلوده کند برزیل که به نظر میرسد بیش از سایر کشورهای قاره آمریکا با این بیماری درگیر است در ماه اوت 2016 میزبان های المپیک خواهد بود سازمان بهداشت جهانی پیش از این به علت واکنش کند در قبال گسترش ویروس ابولا در برخی کشورهای آفریقایی که بیش از ده هزار قربانی گرفت مورد انتقاد شدید قرار داشت این سازمان وعده داده بود که در آینده در مقابل با بحرانهای بهداشتی بهتر عمل کند کمیته اضطراری مقررات بهداشتی بینالمللی وابسته به سازمان بهداشت جهانی در نظر دارد متخصصان بهداشت عمومی و بیماری های عفونی را از آمریکا اروپا آسیا و آفریقا بکار گیرد تا راهی برای کنترل و مبارزه با این ویروس بیابند ویروس زیکا که توسط پشه آیدس منتقل می شود به بروز زایات مغزی جدی منجر می شود. زنان بارداری که به این ویروس آلوده شوند فرزندانی مبتلا به میکروسوفالی به دنیا خواهند آورد کودکانی که مغزشان به طور چشمگیری از اندازه معمول کوچکتر است سازمان بهداشت جهانی پیشتر گفته بود که بیش از چهار هزار کودک مزنون به ابتلا به میکروسوفالی در برزیل یافتند این تعداد نسبت به پنج سال گذشته سی برابر بیشتر بوده و نشانگر جهشی نگران کننده در گسترش این ویروس است از آنجایی که زیکا توسط یک نوع پشه منتقل می شود، برخی از دانشمندان و متخصصان هشدار می دهند که این ویروس ممکن است در مدتی کوتاه نه فقط در قره آمریکا که در سراسر سر جهان شیوع یابد. پژوهشگران می گویند این ویروس به احتمال زیاد در حال تکامل است و اگر شیوع آن تا ماه اوت 2016 که زمان برگزاری المپیک در برزیل است متوقف نشود، زنان باردار باید از برزیل دور بمانند یا نسبت به گزیده شدن توسط پشه ها بی نهایت محتاط باشند. سازمان بهداشت جهانی از زنان برداری که قصد سفر به مناطق آلوده به زیکا را دارند خواسته است پیش و پس از سفر حتما با یک مرکز بهداشتی معتبر مشورت کنند. ملک عبدالله پادشاه اردن هاشمی خواستار کمک جهانی برای حمایت از چند صد هزار پناهجوی سوری ساکن در اردن شده. وی در آستانه برگزاری نشست کشورهای کمک کننده به آوارگان سوریه که قرار است روز چهارشنبه چهاردهم بهمن در لندن برگزار شود گفته فشار ناشی از حضور بیش از 600 هزار پناهجوی سوری در اردن مردم کشورش را به نقطه جوش رسانده و ادامه این روند با امکانات فعلی امکان پذیر نیست بیش از چهار میلیون و نیم شهروند سوریه تحت عنوان پناهجو نزد کمیساری های عالی پناهندگان سازمان ملل در خارج ثبت نام کردند و از این تعداد بیش از دو میلیون و سیصد هزار نفر در ترکیه بیش از یک میلیون نفر در لبنان و حدود 630 هزار نفر در اردن به سر میبرند مقامات اردنی میگویند با احتساب پناهجویانی که قبل از آغاز ناآرامیهای های سوریه به دلیل سیاسی از آن کشور به اردن پناهنده شده بودند بیش از یک میلیون شهروند سوری در این کشور سکونت دارند اردن پذیرای شمار قابل توجهی از پناهجویان و مهاجران از سایر نقاط از جمله فلسطینیان و مصری هاست که در مجموع بیش از سی درصد جمعیت این کشور را تشکیل می دهند. پادشاه اردن هشدار داد که ممکن است به زودی اردن اعلام کند که ناگزیر است مرزهای خود را به روی پناهجویان بیشتر ببندد هرچند چون این تصمیمی را با اکراه اتخاذ خواهد کرد پادشاه اردن گفت عناصر وابسته به داعش در میان پناهجویان فراری از مناطق تحت تسلط این گروه حضور دارند و لزوم بررسی این افراد باعث می شود که هر روز به فقط به 50 تا 100 نفر اجازه ورود داد همزمان روزنامه تایمز مالی متن مصاحبه با عبدالله انسور نخست وزیر اردن را منتشر کرده که گفته است کشورش هنوز مایل به پذیرش پناهجویان سوری می باشد مشروط بر اینکه امکانات مادی لازم برای این منظور را در اختیار داشته باشد معاون پیشین وزیر کشور و زندانی سیاسی کنونی نحوه بررسی صلاحیت داوطلبانه نامزدی در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان را اقدامی جناهی و مهندسی شده از سوی شورای نگهبان خواند مصطفی تاجزاده در مطلبی که از زندان اوین به بیرون فرستاد و دوشنبه دوازده بهمن در سایت کلمه منتشر شد خاطر نشان کرد که با حذف گسترده داوطلبان که شامل اصولگرایان میانه رو نیز شده دست کم 80 درصد کرسی های مجلس خبرگان نصیب افراد مورد نظر اقتدارگرایان می شود. عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت در ادامه نوشت پس رد یا تایید صلاحیت سید حسن خمینی در ترکیب خبرگان آتی تغییر ایجاد نمی کرد و ریاست آقای محمد یزدی را به خطر نمی انداخت. پس چرا او را رد کردند؟ به باور آقای تاجزاده هدف از حذف حسن خمینی از سوی آشکار نشدن پایگاه وسیع مردمی او و از سوی دیگر ناامید کردن شهروندان و به ویژه جوانان بوده است. این زندانی سیاسی می به رقم شعارهای سرانه حکومت درباره مشارکت حد اکثری در انتخابات آنها می دانند که هرچه میزان مشارکت بیشتر باشد فاصله آرای کسانی چون اکبر حاشمی رفسنجانی و حسن روحانی با اعضا و نزدیکان شورای نگهبان بیشتر خواهد بود. آقای تاجزاده در نامه خود نوشته رد صلاحیت سید حسن خمینی افزون بر پیامدهای منفی فراوان داخلی و خارجیش دهنکجی آشکار به مراجع و بزرگانی چون آیت الله وحید خراسانی، شبیری زنجانی، موسوی اردبیلی، جوادی آملی، یوسفی سانعی و محقق داماد است که صلاحیت و شایستگی او را تایید کردند. آقای تاجزاده با اشاره به تایید عمل کرده شورای نگهبان توسط خامن ای می نویسد این شورا صلاحیت بسیاری را به بهانه عدم التزام به قانون اساسی و نظام تایید نکرد اما منظور آنها افرادی بوده که صد درصد در تمام زمینه ها مانند رهبر فکر نمی کنند و موضع نمی گیرند. عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ادعای خامنه ای در مقایسه ایران با دیگر کشورها را نادرست می داند و می گوید برای تشخیص آن ارجاع به انتخابات در کشورهایی چون سوئیس، سوئد، آلمان و ایتالیا لازم نیست بلکه کافی است به انتخابات در کشورهایی چون عراق، لبنان، ترکیه و مالزی، تونس، افغانستان و فلسطین توجه کرد که در آنها مسلمان و مارکسیست، لیبرال و سوسیالیست با هجاب و بیهجاب می توانند نامزد شوند. او در ادامه نوشته در چنین دنیایی تایید تنها 166 نامزد برای 88 کرسی که 90 درصدشان از یک جناهند غیر قابل باور به نظر می رسد و تصویری تک صدا و رقابت گریز از جمهوری اسلامی ترسیم می کند. یک قاضی فدرال در ایالات متحده آمریکا تصمیم دولت این کشور مبنی بر توقف تعقیب قضایی یک ایرانی متهم به نقض تحریمها علیه ایران را مورد سوال قرار داده است. عدم تعقیب قضایی این ایرانی در چارچوب توافق مبادله زندانی میان دولت های ایران و آمریکا صورت گرفته است. دادستانی فدرال آمریکا روز 16 ژانویه اعلام کرد که دستور تعقیب قضایی علی رضا معظمی گودرزی متوقف شده است. او در سال 2012 تلاش کرده بود که برای ایران قطعات یدکی هواپیما خریداری کند این تجهیزات شامل قطعاتی برای موتور هواپیماهای جنگی نیز بود این تصمیم آمریکا بخشی از یک توافق بزرگ برای مبادله زندانی میان ایران و آمریکا بود که بر اساس آن هفت شهروند ایرانی متهم به نقض تحریمها از زندان آزاد شدند و تعقیب قضایی چهارده نفر دیگر متوقف شد ایران نیز پنج شهروند آمریکا که چهار نفر آنها تابعیت ایران را هم داشتند آزاد کرد این مبادله زندانی در روز لغو تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران صورت گرفت به گزارش رویترز هفته گذشته قاضی کوین کاستل در نیویورک خواهان لغو دستور منع تعقیب گودرزی شد مگر آنکه دادستانی بتواند آنچه را به عنوان دلیل این اقدام ذکر شده ثابت کند دادستانی منافع سیاست خارجی قابل توجه را علت صدور حکم منع تعقیب ذکر کرده بود قاضی کاستل در دستور خود نوشته است که دادگاه باید با چنین درخواستی مخالفت کند اگر به وضوح علیه منافع عمومی باشد مبادله زندانی میان ایران و آمریکا انتقاد جمهوری خواهان را در پی داشت که معتقد بودند دولت اوباما برای آزادی شهروندان این کشور بیش از حد به ایران امتیاز داده است شبکه خبری سی ترک گزارش داده که نیروهای کرد سوری در حال آماده شدن برای حمله به منطقه جرابلوس در غرب رود فرات هستند منطقه ای که درست هم مرز با استان غازیانتپ ترکیه هست و فعلا در اشغال داعش است اما از جهات گوناگونی منطقه برای ترکیه های اهمیت هست و گرچه ترکیه در ائتلاف ضد داعش به همراه دیگر شرکای غربی خودش حضور داره ولی هرگز از آزادسازی من به دست کوردهای سوری نه تنها خرسند نخواهد بود بلکه حتی بیشتر تهدید کرده بود که اگر کوردها یک قدم بیشتر در غرب فرات پیشروی بکنند باید منتظر شدیدترین واکنش ترکیه باشند اینکه چرا این منطقه برای ترکیه خط قرمز محسوب میشه دلایل مختلفی داره نخست باید گفت که این منطقه یک خط حائل حدود 98 کیلومتری است در امتداد جرابلس و العزیز که تنها نوار مرزی هست در دست داعش که میتونه سرزمین های تحت اشغال داعش رو بی به خاک ترکیه متصل بکنه اگر این منطقه به دست کوردهای سوری بیفته در واقع ما چند اتفاق رو در اینجا شاهد خواهیم بود نخست اینکه ارتباط داعش همانطور ترکیه اشاره کردم با خط مرزی ترکیه قطع میشه دون دو که ها پس از تصرف این منطقه استراتژیک تقریبا بخش عمده نوار مرزی شمال سوریه رو در اختیار خواهند گرفت و از این رهاور نه تنها ارتباط نزدیکتر و بیواسطه ای با کورت های ترکیه و عراق خواهند داشت بلکه ترکیه حضور نیروهای کورت رو با هدف ایجاد یک منطقه خودمختار تهدیدی برای خودش قلم داد خواهد کرد موضوع دیگه این که اساسا ترکیه از مدت ها قبل این خط مرزی 98 کیلومتری رو برای ایجاد منطقه حائل در شمال سوریه در نظر گرفته بود و این موضوع محل چانه مناسبی شده بود با دیگر شرکای غربی خودش مقامات ترکیه معتقدند در این محدوده باید یک منطقه حائل ایجاد کرد و بخشی از آوارگان سوری رو به این منطقه منتقل کرد نه امریکا و نه سازمان ناتو فعلا با این درخواست ترکیه موافقت نکردن منتقدان اما این موضوع رو جور دیگری تعبیر میکنن اونها میگن که هدف ترکیه از ایجاد منطقه حائل در شمال سوریه حمایت لوجستیکی راحت تر از مخالفان بشار اسد و همینطور ایجاد یک مانع در برابر نفوذ بیشتر کردها از این سو هم البته کردها به دلایل مختلفی تسلط بر این منطقه برایشون بسیار حائز اهمیت هست اونها با تصرف این منطقه همونطور که اشاره کردن میتونن دست داعش رو از آخرین نقطه نوار شمالی سوریه و ارتباط با خاک ترکیه قطع بکنن افسون بر اینکه این, روز روزها که در گرم و گرم مذاکرات ژنو کردها با پافشاری ترکیه و عربستان از مذاکرات صلح سوریه کنار گذاشته شدن در واقع تصرف این مناطق کورت ها رو بیش از گذشته به عنوان یک بازیگر مهم و غیر قابل انکار در صفحه شطرنج سیاسی سوریه مطرح خواهد کرد دو روز پیش هم آقای اردوان رئیس جمهور ترکیه در اشاره به حمله احتمالی کورت ها به غرب جلابروس گفته بود که اونها حمایت هوایی امریکا رو در این نبرد همراه نخواهند داشت به همین جهت حزب دموکراتیک کردستان سوریه پیده سعی کرده که به روزها نزدیک بشن بر روی باید گفت که کورت های سوری فعلا تنها نیروی روی زمین در سوریه هستند که مقابل داعش در نبرد هستند و البته از حمایت امریکا و نیروهای اعتلاف هم برخوردار بودند حالا باید دید با توجه به سیاست های راه امریکا در قبال متحد منطقه خودش یعنی ترکیه آیا این بار هم نیروهای اعتلاف کورت های سوری رو در نور با داعش از حمایت هوای خودشون برخوردار خواهند کرد یا خیر؟ تنگتر شدن دایره محاصره شبه نظامیان داعش در شهر فلوجه توسط نیروهای اراقی باعث بروز مشکلاتی از قبیل کمبود دارو، مواد غذایی و درگذشت ده تن از غیر نظامیان این شهر شده است. نیروهای عراقی با محاصره شهر در نظر دارند که غیر نظامیان را مجبور به ترک شهر کنند. بنابر گزارش وال استریت جورنال شبه نظامیان داعش مانع خروج ساکنان فلوجه از این شهر می شوند. داعش اغلب ساکنان این شهر را به صورت گروگان گرفته تا از آنها به عنوان سپر انسانی در برابر حجوم نیروهای عراقی استفاده کند. فالح ایساوی معاون شورای استان علمبار در مصاحبه ای گفته است که حدود ده هزار نفر در فلوجه عراق با بحران نبود مواد غذایی و گرسنگی مواجه هستند. تحولات در عراق در حالی است که در یمن نیز بمباران مواضع ها از سوی نیروهای ائتلاف همچنان ادامه دارد. روز سهشنبه 13 بهمن ماه جنگنده های ائتلاف به رهبری سعودی مخازن اسلحه ها و صالح را در صنعا به شدت بمباران کردند. همزمان ارتش ملی یمن و مقاومت مردمی میگویند توانستند کوههای استراتژیک نهم را به کنترل کامل خود درآورند در همین حال احمد اسیری مشاور وزیر دفاع سعودی و سخنگوی نیروهای ائتلاف عربی در رد ادعای نقض قوانین بین المللی در حملات هوایی ائتلاف گفت فرایند شناسایی اهداف نظامی در یمن مطابق با قواعد درگیری در جنگ صورت می گیرد. به این صورت که اول اهداف مورد نظر تعیین سپس بررسی می شود و محیط آنها مطالعه و در آخر هدف قرار می گیرد. آقای اسیری خاطر نشان کرد که دولت یمن نیز در این زمینه یک کمیته ملی بیطرف برای رد ادعاهای واهی برخی محافل تشکیل داده است. مشاور وزیر دفاع عربستان گفت اطلاعاتی دقیق در مورد وجود مراکز فرماندهی انبارهای اسلحه و مهمات در میان مناطق مسکونی در دست داریم اما به دلیل مسکونی بودن و وجود غیر نظامیان آن مناطق را مورد هدف قرار ندادیم